نخب سرخط خبرها. تداوم عملیات پاکسازی هرات از وجود طالبان. کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات به غیر نظامیان نگران است. جایگزینی یک مقام نظامی دیگر در هرات، نور احمد حیدری از سمت معاون مالی و اداری مقام ولایت برکنار و جایش را به گلبدین الکوزی داد. نمرود سقوط کرد، اما والی نامنخال طالبان مراگین ولایت کشته شد. یک عضو شورای ولایتی از رازهای سقوط نمرود پرده برداشت. رئیس جمهور غنی و مارشال دوستم زانو به زانو. دوستم طرح امنیتی را به ریاست جمهوری پیشکش کرد. و خبر دیگر این که در نتیجه آتش سوزی های گسترده در یونان، هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همیشه می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. والی هرات از کاهش تحرک و حملات پیکارجان طالب در 72 ساعت گذشته خبر می دهد. عبدالصبور قانه که از سرکوب پیکارجان طالب در حومه شهر خبر داده می افزاید که مکنون عملیات تا به منظور سرکوب پیکارجان طالب در حومه های شهر جریان دارد. از سوی هم فرمانده پلیس هرات نیز که از آغاز شدن حملات پاکسازی در حومه های شهر به منظور سرکوب پیکارجان طالب سخن زده، از مورال بلند نیروهای امنیتی در مقابل با حملات پیکارجان طالب خبر می دهد. افزون بر این، رئیس عمومی امنیتی ملی هرات نیست که از کشته شدن 300 تا 350 نفر از پیکارجان طالب در یک هفته گذشته خبر داده است. به گفته آقای صدیقی، در میان کشته شدگان طالبان اجساد خارجی ها نیز وجود داشته است. دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در هرات با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان در درگیری های چند روز اخیر در هرات، حکومت و پیکارجان طالب را به بیتوجهی در قبال جان غیر نظامیان متهم می کند. همزمان با این، انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان نیز آمار تلفات پیکارجان طالب را در پی عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در چندین ولایت کشور منتشر کرده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی این انستیتوت، از 11 الی 15 اسفند 368 پیکارجوی طالب در 16 ولایت از جمله هرات کشته و در همین بازده زمانی 105 عضو دیگر این گروه نیز زخمی شدند. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان در پی درگیری ها میان حکومت و پیکارجان طالب، دو طرف را به بی‌توجهی در قبال جان غیر نظامیان متهم می‌کند. دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر با بیان این مطلب گفته که وارد شدن تلفات به غیر نظامیان برای آنان قابل قبول نیست و باید هر چه زودتر به این حملات پایان داده شود. به باور این کمیسیون، در جریان دو هفته درگیری ها میان نیروهای امنیتی و پیکارجان طالب در بولیسپالی ها و حومه های شهر در کنار دو طرف درگیر، به غیر نظامیان نیز تلفات زیادی وارد شده است. این در حالی است که نزدیک به دو هفته از نبردها در حومه های شهر میان حکومت و پیکارجان طالب میگذرد و افزون بر وارد شدن تلفات به غیر نظامیان، صدها خانواده نیز در پی شدت گرفتن جنگ در بولیسپالی های این ولایت به مرکز شهر آواره شدند. اما اداره مالی هرات وارد کردن تلفات نیروهای امنیتی به غیر نظامیان را رد کرده و آنان یکی از دلایل کند بودن روند عملیات پاکسازی حومه های شهر از وجود پیکارجان طالب را جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان عنوان می کند. از سوی همان سوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان نیز گراف تلفات پیکارجان طالب در پی پاکسازی نیروهای امنیتی در کشور در هفته گذشته را همگانی کرده است. بر اساس این گراف که از 11 اسد تا 15 اسد از ولایات بدخشان، بامیان، بلخ، دایکندی، فرا، هلمند، هرات، کاپیسا، خوست، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پروان، سمنگان، سرپل و اروزگان جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که به پیکارجان طالب در روز دوشنبه 10 کشته و 8 زخمی، در روز سه‌شنبه 76 کشته و 36 زخمی، در روز چهارشنبه 188 کشته و 19 زخمی و روز پنجشنبه 78 کشته و 13 زخمی و در روز جمعه 16 کشته و 29 زخمی در جریان این عملیات ها تلفات وارد شده است. طالبان اما تا کنون در پیوند به نشر این آمار ابراز نظری نکردند. اما حملات این گروه و درگیری آنان با نیروهای امنیتی در شماری از ولایت های حوزه غرب از جمله هرات ادامه دارد. اداره محلی بعد هرات اعلام کرده است گلبدین الکوزی مطابق با حکم مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان و با حفظ رتبه نظامی به عنوان معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات تعیین شده است.
به گفته اداره محلی آقای الکوزه به جای نور احمد حیدری در مسند معاملات مالی و اداری مقام ولایت هرات قرار گرفته است. شان ذکر است که آقای الکوزه در حضور عبدالصبور قانه والی هرات، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، رئیس شورای ولایتی معرفی و کار خود را آغاز کرده است. شان ذکر است که در مراسم معرفی آقای الکوزه والی هرات از خدمات معاون پیشین مالی و اداری مقام ولایت قدردانی و برای معاون جدید آرزوی موفقیت کرده است. آقای الکوزه به عنوان یک نظامی در حالی در این پست مقرر می شود که نیروهای امنیتی در حال نبرد با طالبان در حومه های شهر هستند. یک عضو شورای ولایتی نیمروز که نخواست نامش فاش شود به تلویزیون شکایت می گوید که شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز روز گذشته به طور بگونه کامل به دست پیکار جان طالب سقوط کرده است. این عضو شورای ولایتی نیمروز میگوید که در پی حمله پیکارجان طالب به مرکز شهر، والی ولایت نیمروز، فرمانده پلیس و رئیس امنیت ملی به ولسوالی چهاربرجک این ولایت عقب نشینی کردند و مکنون در این ولسوالی به سر میبرند. به گفته وی در این عقب نشینی شماری از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شدند. این عضو شورای ولایتی که فرستاده نشدن نیروهای کافی و تجهیزات از سوی حکومت مرکزی را عامل سقوط این ولایت میداند میافزاید که از چند روز به این سو به دنبال سقوط تمامی ولسوالی های ولایت نیمروز به دست پیکارجان طالب حملات شدید را در حومه های شهر زرنج را اندازی کرده بودند. اما به گفته او این شهر بدون کدام مقاومت به دلیل از بین رفتن روحیه نیروهای امنیتی به دست پیکارجان طالب افتاده و تمامی نیروهای امنیتی پاسگاه های خود را ترک کرده و به سمت ایران فرار کردند. خواستیم تا دیدگاه والی ولایت نیمروز نیز با خود داشته باشیم، اما به دلیل عدم پاسخگویی وی به تماس‌های مکررمان موفق به این کار نشدیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عبدالخالق والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت نیمروز کشته شده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت در توییتر نوشته است که عبدالخالق بر اثر حمله نیروهای افغان بر گرد همایی طالبان در شهر زرنج با 14 جنگجوی دیگر دیشب هدف حمله قرار گرفته است. پیکارجان طالب تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. این در حال است که این گروه دیروز شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کرده بود. پس از آغاز عملیات تهاجمی این گروه در سال روان میلادی این نخستی مرکز یک ولایت هست که آنها تصرف کردند. سفارت‌های آمریکا و بریتانیا به دلایل امنیتی از شهروندانشان خواستند که افغانستان را به گونه فوری ترک کنند و با سفارت پروازهای تجارتی به کشورهایشان برگردند. دولت‌های آمریکا و بریتانیا با نشر اعلامیه‌های جداگانه امروز به دلیل افزایش خشونت‌ها و گزارش تهدیدها در کابل به شهروندان خود دستور دادند که افغانستان را با سفارت پروازهای تجارتی به گونه فوری ترک کنند. سفارت آمریکا اعلام کرده است که با توجه به ملاحظات امنیتی، کاهش نیروهای انسانی و محدودیت توانایی این سفارت برای ارائه کمک به شهروندانشان، آنها باید به گونه عاجل کابل را ترک کنند. سفارت آمریکا تاکید کرده است که پروازهای داخلی و مسیرهای حمل و نقل زمینی بیرون از کابل محدود است و ممکن لغو یا بسته شود. در همین حال سفارت بریتانیا نیز به شهروندان خود دور شده داده است که وضعیت امنیتی افغانستان در حال بدتر شدن است و آنان باید فوراً با سفارت پروازهای تجاری این کشور را ترک کنند. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی، امروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور پیرامون وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کرده است. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میگوید مارشال دوستم در این دیدار به رئیس جمهور پیشنهاد کرده که دولت وضعیت نظامی در سراسر کشور اعلام کند. به گفته آقای نیرو، اعلام وضعیت نظامی در سراسر کشور بخش از طرح نظامی امنیتی آقای دوستم به رئیس جمهور بوده که با مخالفت آقای غنی مواجه نشده است. مارشال دوستم پیشنهاد کرده که یک نشست بزرگ در یکی از قطعات کماندو با حضور رهبران سیاسی برگزار شود و در آن وضعیت نظامی اعلام گردد. آقای نیرو خاطرنشان ساخت که ممکن است طی دو روز آینده این طرح به صورت رسمی اجرا شود. سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان در این دو افسود رسیدگی به وضعیت عمومی کشور و همچنین ولایت‌های شمالی و شمال شرقی جزء مهمترین محورهای گفتگوی دو طرف در این دیدار بوده است. به مناسبت هفته جهانی تغذیه، وزارت صحت آمار تازه‌ای از کودکان دچار سوء تغذیه منتشر کرد.
بر بنیاد گزارش وزارت صحت عامه حدود 36.6% کودکان در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شدند. یافته‌های وزارت صحت نشان می‌دهد که حدود 36.6% کودکان در افغانستان به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. این وزارت می‌گوید 5% کودکان سوء تغذیه شدید دارند و مرگ و میر ناشی از این موضوع را نگران کننده می‌خواند. سازمان صحی جهان اول تا 7 آگوست را هفته جهانی تغذیه با شیر مادر نامگذاری کرده است. در افغانستان که میلیون‌ها نفر از فقر رنج می‌برند، هستند مادرانی که به علت فقر تغذیه درست ندارند و کودکان آنها به سوء تغذیه گرفتارند. وزارت صحت نیز از مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه کودکان و مادران ابراز نگرانی می‌کند، اما آمار دقیق از این مرگ و میر در دست ندارد. به گفته این وزارت در حال حاضر حدود 36.6% کودکان در افغانستان به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند و 5% کودکان سوء تغذیه شدید دارند. سازمان صحی جهان نیز در صفحه توییتر خود مادران شیرده را به شیر دادن منظم نوزادان 1 ساعت پس از تولد نوزاد تا 2 سالگی کودکان فرا خوانده است. رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز در پیامی با مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گفته است بهترین غذا برای نوزادان شیر مادر است که 1 ساعت پس از تولد تا 2 سال به کودک داده شود تا نوزاد را در مقابل بیماری ها و بکتری ها محافظت کند. حتی در سوره بقره نیز تغذیه با شیر مادر تاکید شده است، زیرا شیر مادر کمک می کند طفل استخوان قوی داشته باشد. بیشتر صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در گزارشی نوشته بود که 2 میلیون کودک زیر 5 سال و 485,000 زن حامله و شیرده در 22 ولایت این کشور به سوء تغذیه مبتلاند، آماری که به گفته وزارت صحت باید با آن مبارزه مداوم کرد و آن را کاهش داد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، ترور دواخان مینپال، رئیس مرکز رسانه‌های دولت افغانستان را در کابل محکوم کرد. به گفته وی، اگر پیکارجون اطلاع به دنبال مشروعیت بین‌المللی هستند، دسترم به اعمال همچون جنگ، خشونت و ترور نمیتواند آنها را به این هدف رساند. این در حالی است که دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولت افغانستان و یکی از مقام‌های بلندپایه دولتی در حمله افراد مسلح در کابل ترور شد. حمله به آقای مینپال روز جمعه در سرک دارالامان کابل انجام شده است و پیکارجون طالب دید مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. وی پیش از حضور در دستگاه دولت افغانستان به عنوان خبرنگار کار کرده و پیش از رسیدن به مقام ریاست مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولتی نیز به عنوان معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی انجام وظیفه می‌کرد. منیر اکرم، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد، ادعای ولایت افغانستان مبنی بر پناه دادن به پیکارجون طالب را رد کرد. بر اساس گزارش اسپوتنیک، آقای اکرم روز گذشته در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعاهای دولت افغانستان مبنی بر پناه دادن به اعضای پیکارجون طالب را تکذیب کرد. وی تاکید بر ذکر که اسلام‌آباد این ادعاها را با قوت رد می‌کند، چرا که مرزهای افغانستان و پاکستان در حال حاضر بسته بوده و 97% از مرز با حصار پوشانده شده است. همچنین ادامه داد که پاکستان هیچ جای امنی برای پیکارجون طالب ندارد که بتوانند وارد خاک این کشور شوند و این دست اتهامات بهانه برای تداوم حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. نماینده پاکستان در سازمان ملل تصریح کرد که روزانه 30,000 نفر از طریق گذرگاه‌های سازمان یافته و مرزی به طور قانونی بین دو کشور رفت آمد می کنند. اما هیچ آمادگی برای حمله به خاک افغانستان در این کشور وجود ندارد. این در حالی است که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پاکستان را به کمک به پیکارجون طالب متهم کرد و گفت که از خاک این کشور برای حمله به افغانستان استفاده می شود. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، صدها زنی را در حال ترک یک زندان در شهر شبرقان نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش‌های مردمی، پیکارجون طالب کنترل این شهر را به دست گرفتن و این دومین شهر مرکزی است که به دست این گروه می‌افتد. رسانه‌های محلی گزارش کردند که 150 نیروی کمکی به شبرقان فرستاده شده است. بابور ایشچی گفته که به استثنای یک پایگاه ارتش که جنگ هنوز در آن جریان دارد، این گروه کل شهر را تحت کنترل خود درآورده است. معاون والی ولایت جوزجان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقامات دولتی به میدان هوایی این ولایت عقب نشینی کردند. شماره بازکرانان دختر و پسر در ولایت بامیان روز گذشته از مجموعه های بازکرانی مختلف در این ولایت یک همایش بازکرانی را برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان را اندازی کردند. در این همایش بازکرانان مسیر جوار مجسمه بودا تا سر کوتل وقت بامیان را رکاب زده
و حمایت نیروهای امنیتی افغان و جمهوریت را اعلام کردند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم ختام این همایش گفت که ورزش نماد صلح، امنیت و آرامش در کشور است و از حضور شرکت کنندگان و تلاش برگزار کنندگان قدردانی کرد. شایان ذکر است که مسئولان مجموعه های ورزشی از زحمات و تلاش های رهبری اداره محلی و مسئولان امنیتی قدردانی کردند. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. در نتیجه آتش سوزی های گسترده در یونان، هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. گزارش ها همچنین از مجبور شدن شماری خبر می دهد. آتش سوزی های یونان تا کنون به کشته شدن دو نفر منجر شده و شش منطقه هم به دلیل غیر قابل کنترل بودن آتش به حالت آماده باش کامل در آمدند. گزارش ها همچنین از مجبور شدن شماری خبر می دهد. ابرهای بزرگ از دود حومی شمالی آتن پایتخت را پوشانیده و از مردم خواسته شده تا خانه های خود را ترک کنند. همچنان یک مامور اطفایی حریق داوطلب در پی سقوط تیر برق در حومی پایتخت جان خود را از دست داده است. در حال حاضر ماموران اطفایی حریق با 154 آتش سوزی در سراسر کشور مواجه هستند. بدترین این آتش سوزی ها که وزش باد آنها را تشدید کرده در نواحی شمالی آتن به وقوع پیوسته است. دامنه آتش همچنان به سمت نزدیکی جزیره اوبویا و نواحی نزدیک به المپیای باستانی، زادگاه اولی بازی های المپیک، کشیده شده است و از هزاران سکنی حومی آتن خواسته شده تا خانه های خود را ترک کنند. یونان مانند بسیاری دیگر از نقاط اروپا در تابستان امسال با گرمای شدید روبرو است. موج شدید گرما در یک هفته گذشته باعث بروز آتش سوزی هایی در بسیار از مناطق این کشور شده است. نخست وزیر یونان گفته که این آتش سوزی ها واقعیت پدیده تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد. دمای هوا در چند روز گذشته در این کشور بیش از 40 درجه سانتیگراد بوده است. ترکیه کشور همسایه یونان هم درگیر شدیدترین آتش سوزی های جنگلی است. تا کنون 8 نفر در آتش سوزی های ترکیه کشته و ده ها هزار نفر هم در مناطق ساحلی جنوبی این کشور مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. در پایان مروری دوباره بر سرخط خبرها. تداوم عملیات پاکسازی هرات از وجود طالبان، کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات به غیر نظامیان نگران هست. جایگزین یک مقام نظامی دیگر در هرات، نور احمد حیدری از سمت معاون مالی و اداری مقام ولایت برکنار و جایش را به گلبدین الکوزی داد. نمرود سقوط کرد، اما والی نامنخال طالبان مراگین ولایت کشته شد. یک عضو شورای ولایتی از رازهای سقوط نمرود پرده برداشت. رئیس جمهور غنی و مارشال دوستم زانو به زانو، دوستم طرح امنیتی را به ریاست جمهوری پیشکش کرد. و خبر دیگر این که در نتیجه آتش سوزی های گسترده در یونان، هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. بینندگان گرامی، این خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکا دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی میکنید بدون محدود زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکا شما میتوانید برنامه‌های ما را ببینید زنده و مستقیم تماشا کنید. تشکر از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت. تا درود دیگر، بدرود.